شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا افغانستان، شهله پوپل باز هم بعد از گذشت یک هفته در خدمت شما قرار دارم و آرزو دارم که برنامه امروز طرف توجه و علاقه شما قرار بگیرد و شما بینندگان عزیز اگر تحلیل هایی دارین، دیدگاه هایی دارین، نظریات دارین، میتونین با ما شریک کنین و از طریق ما با بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا افغانستان. خب بینندگان عزیز، یک موضوع را قبلا باید ذکر کنم که برای بقای برنامه های تلویزیون جهانی آریانا افغانستان به شمولش برنامه اندیشه، اگر شما کمک بکنین، ماهوار از 20-30 دلار تا بیشتر، شما برای این که شما میتونین که برنامه ها را متواتر ببینین و همچنان کمک های شما باعث بقای برنامه ها میشه و همچنان من باید سپاسگزاری کنم از یک بیننده گرامی آقای آرش که 100 دلار برای من فرستاد برای کمک برنامه، که من از ایشان سپاسگزار هستم از کمکشان. خب بینندگان عزیز، بازم برنامه من مثل همیشه روی مسائل و رویدادهای مهمی که در یک هفته اخیر در افغانستان عزیز رخ داد و اگر وقت باقی بماند در مورد حملات روسیه به اوکراین هم بعضی صحبت های دارم. خب در شروع باید بگویم که موضوع مهم که در یک هفته اخیر رخ داد یا موضوع مهمی که باید روش صحبت کنم، دومین سالگرد توافقنامه امریکا با طالبان است. خب این توافقنامه که من میتونم بگویم که این توافقنامه باعث بسیار بدبختی ها در افغانستان شده که خود ما و شما شاهد او هستیم، از فقر، بدبختی، از کشتن دموکراسی، از یعنی نه تنها دموکراسی، نقص حقوق بشر، نقص حقوق زنها و هزار بدبختی های دیگر در داخل افغانستان. یعنی معنی نداره که آمدن طالبا آوردن امنیت بود، خود طالبا باعث بد امنیتی شدن و خودشان آمدن باعث حاکمین، من هم میتونم دولت بگم باعث حکمروا آمدن و دولت را گرفتن و امروز به صورت که من مطمئن هستم و بیننده‌های عزیزم به این معتقد هستن و باور دارن که و هم نوا هستن که طالبا دولت ندارن، یک حکومت یا حاکمیت هم دارن در داخل افغانستان و دولتی که مشروعیت در دنیا نداره و رسمیت همچنان نداره و همچنان بدون از اینکه ما مسئله دنیا رو در نظر بگیریم، یک کشوری که توسط مردمش، توسط ملتش حمایت نمیشه، او خودش یک مشروعیت نداره. خب و در پهلوی او بدبختی هایی که بر افغانستان آمد، خب کی مسئول این همه بدبختی است در افغانستان؟ کی مسئول این بدبختی هایی است که طالب آمد و همچون بدبختی هایی در افغانستان رخ داد؟ اگر ما بریم به 20 سال یا 21 سال گذشته، ما میبینیم که در افغانستان عزیز چی از دوران آقای کرزی یا آقای غنی، ما میبینیم که خود افغان ها
باعث همه بدبختی ها شده. ببینید وقتی که خب بعضی ها ای آمدن یا ای توافقنامه را میگن که اساس ناکامی امریکا بوده، که من به این نظر کاملا مخالف هستم. و میریم به این که در دوره آقای کرزی و آمدن امریکا در افغانستان که دلیلش تا جایی که گفته شد که بعد از حمله 11 سپتامبر و فعالیت القاعده و طالبان که از داخل افغانستان سوء استفاده شد و القاعده حملات اینا به نیویورک و 11 سپتامبر بود که این باعث شد که امریکا به داخل افغانستان بیایه و برای انتقام از القاعده و چون یک گروه تروریستی بود برای از بین بردن اینا داخل افغانستان آمد و همچنان خب در این هم منافع افغانستان بود و هم منافع امریکا در این بین بود. هیچ کشور دنیا تا منافعش نباشه کار نمیکنه. هر کشوری که در دنیا هست مخصوصا کشورهای بزرگ حتما منافع دارن که در یک کشور میان. خب در اینجا منافع افغانستان 100% بود چون حکم روایی طالبا بازم بود و نقض حقوق بشر به اوج خود رسیده بود، نقض حقوق زن به اوج خود و بدبختی هایی که طالبا به افغانستان آوردن و به اندازه بود که وقت طالبا شکست یافتن و از افغانستان بیرون شدن یک دلار هم در صندوق پسنداز افغانستان وجود نداشت. $1 تمام دارای افغانستان بردن و اینا به پاکستان و انفجار بوت بامیان نه به خاطر بوتش بود. به 5 سال 6 سال است که ما به این مورد تاکید میکنم که برای زیوراتی است که در پای بودها مجسمه بودا دفن شده بود در زمانی که بودها یعنی در هند تمام بینندگان عزیز با کمال معذرت که من نمیتونم فعلا گوشی رو بگیرم به خاطر ای که من باید صحبت رو خود بکنم و بعد از او با شما روی خط بیاییم. خب موضوعی که بودها بود که در زیر پایزی که رای ابریشم بود که از اون طریق می آمدن از آسیای میانه از شرق دور می آمدن و در پای بودها زیورات جواهرات خود را می گذاشتن و بنابرای بود که طالبا خواست که این انفجار بده تا پول و تمام داشته های از اون را ببرن به پاکستان، چیزی که پاکستان می خواهد. تلویزیون آریانا افغانستان بیننده عزیز میشه خب این صحبت هایی که در مورد بوت بامیان بود که ما در اینجا میبینیم که تمام منافع چیزی که از افغانستان یعنی طالبا میبردن در اون دوره تمامش برای پاکستان بود، برای منافع پاکستان بود. ای که تمام در اون دوره تمام بتهای انگور اینا با آتش دادن و حتی درس و تحصیل و تعلیم همیشه بند کردن و چی یک ظلم و ستم بود. در اون وقت امریکا آمد و طالبا شکست یافتن و بالاخره که موفق هم شد که بعدن اسامه بن لادن در پاکستان کشتن. خب یک موفقیت امریکا در افغانستان بود و در مقابل امریکا چی کمک‌های برای افغانستان کرد؟ با میلیون‌ها بیلیون‌ها دلار برای افغانستان، برای بازسازی افغانستان، برای اقتصاد افغانستان، برای حتی پروژه‌های کمک‌های بشری برای افغانستان بود. متأسفانه از این چی از این دوره طلایی چی سوده گرفته، چی منفعته برای افغانستان شد؟ هیچ. همش به جیبای زورمندا رفت، به جیبای وزرا رفت، به جای دولت رفت، رئیس جمهور، برادرایش و
یک تعداد زیاد عضو را نمیتونن تمام شه بودن، بلکه یک تعدادی هم بودن که مردمان بودن که اصلا نه پول دزدیدن، فقط بر افغانستان خدمت کردن. خب که اون جایی را نمیگرفت. برحال این سرنوشتی بود، این خود افغانا از این موقع استفاده نکردن، استفاده خوب نکردن. هر کس چون دوستی افغانستان وجود نداشت، هر کس به جیبای خود پول دزدیدن و مشکلات دیگه بود، مشکلات قومی، مشکلات زبانی بسیار زیاد بود. و همچنان در دوره آقای کرزی که بیشترین فساد اداری بود، یعنی افغانستانی که تازه تولد شد، یعنی دوباره یک آغاز دوباره برای افغانستان بود، چی برمغان آمد بجز از فساد اداری، دزدی و بدبختی. اما یک چیزی که بازم در دوره آقای کرزی بود چی بود؟ ای بود که بازم آقای کرزی توانست همه را به دور خود جمع کنه، بازم تا اندازه یک اتحاد تا اندازه وجود داشت. اما در امو دوره هم وقتی که امریکا کوشش میکرد، که بسیار از سوی امریکا کوشش شد، از سوی وزارت خارجه، که اگر در افغانستان یک حکومت مرکزی به میان بیه، اما نبود. برای چی نبود؟ چرا ما امروز نتونستیم ملت سازی کنیم؟ چرا نتونستیم که امروز تمام مردم افغانستان از تاجیک، ازبک، از عرب و پشتون زیر یک پرچم افغانستان بیستن؟ چرا؟ برای این که در افغانستان عدالت اجتماعی وجود نداشت. ببینید وقتی که ما از اتحاد و ملت سازی میگیم، اولین رکنی که ما را موفق میسازه بریم به سوی ملت سازی، اولین چیز عدالت اجتماعی است. اگر عدالت اجتماعی وجود نداشته باشه، یک تبار زورگویی کنه، یک تبار تمام منافع از او باشه و در مقابل اقوام دیگه هیچ نوع یعنی سود و هیچ نوع چی نداشته باشن، عقل نداشته باشن، بنابراین هیچ نوع ملت سازی در او کشور صورت نمیگیره. در افغانستان ملت سازی وجود نداره. و چرا؟ برای این که عدالت اجتماعی وجود نداره. بنابراین بوده که وقتی که حق تاجیک، هزاره، ازبک، ایماق و دیگه اقوام در اینجا تلف میشه، معلوم دارست که هر کس کوشش میکنه که به سوی یک کشور دیگه، در اینجا میگن بلد، موضوع خون است، هر کس میره به طرف کشوری که با او همزبان است، همتبار است. و همچنان ما میبینیم با وجود که پشتونای افغانستان، یعنی خودم پشتون است، من واقعیت هم میگم، پشتون افغانستان زیادترین حق داشتن، زیادترین، برای اینکه اکثریت خودم میگفتن، اما از نگاه زبان که زبان دری فارسی بیشترین مروج بوده در افغانستان، اما بازم حتی نتوانستن که سرود ملی را بر دو زبان داشته باشن. یه خودش یک ظلم است، بی‌عدالتی است، بی‌عدالتی که با وضاحت در افغانستان دیده شده، از هر نگاه ما دیدیم بی‌عدالتی را، هم در زمان آقای کرزی، با وجود که آقای کرزی بازم شخصی بود که ملی‌گراتر بود و تمام اقوام توانست به دور خود جمع کنه، که ایه. و چیز دیگه خوبه که آقای کرزی داشت، سیاست‌های خارجیش بود، آدمی بود که توانست با ایران، با روسیه، با هند، با چین، با تمام کشورهای منطقه و کشورهای جهان، که قدرت های بزرگ امریکا، انگلیس، با هم روابط خوب داشته باشه. خب بله، اما فساد اداری از دوره آقای کرزی شروع شد، از دزدی، از قاچاق مواد مخدر، هر چیزی که بود از دوره آقای کرزی شروع شد. و بعد از اون و همچنان دوزادوزی که زورمندامی داشتن، و بعد از اون این میره به دوره آقای غنی، و دوره آقای غنی که بیشترین نفاق قومی در افغانستان دیده شد.
آنقدر نفاق قومی و زبانی بود که داد میزد در افغانستان. این خودش و ملتسازی وجود نداشت. ملتسازی اتفاق اتحاد وقتی که از بین بره، ملتسازی چطور وجود میه؟ در صورت گفته شد که تو برو با کولاب، تو برو با از نمیدان مغولستان، چطور شما توقع دارین که یک مملکت ملتسازی شد؟ شما، من چندین بار مثال دادم، شما در یک خانواده ببینین در صورتی که یک عضو خانواده، مثلا ما میگیم که پدر یا مادر یا خانواده وقتی که بر یک فرزند خود همه فرصت های برش بتن، از هر نگاه پول، همه چیز برای او باشه، دوستی، محبت و مثلا سه فرد دیگه خانواده اصلا توجه برشان نشه، چی میشه؟ در یک خانواده معلوم دار است که به اتفاقی بالاخره جنگ و بالاخره همه کوشش میکنن که خانه رو ترک بکنن، این خانه به میدان جنگ تبدیل میشه. ببین افغانستان هم همینطور، یک رئیس جمهور مثل یک پدر یک ملت است. وقتی که نتوانه یک تبار همه حقوق برش بده، اما سه تبار دیگه محروم باشن. یک زبان خب ما در قسمت زبانم احترام بر زبان داریم، که زبان پشتو انکشاف میکنم من بسیار خوش میشم، اما این معنی نداره که یک زبان دیگه کوبیده شه یا ما مخالفت با یا رقابت با زبان دیگه داشته باشیم و اجازه ندیم که مردم با او صحبت کنه، و یا ای که حتی در داخل دولت گفته شد که زبان دری فارسی یک زبان خارجی است. یه خود به خود افغانستان تقسیم کردن است. این بدبختی ها در افغانستان بوده. افغانستان، من قبلا هم گفتم، از نگاه سیاسی مالتی نیشنز و مالتی استیتس. این به چی معنی است؟ یعنی ای که اقوام مختلف در افغانستان است، اینا به عوض این که به زیر یک پرچم همه بیستن، اینا هر کس بلد یا خون میگن. مثلا پشتون میره به طرف پاکستان بخاطر پشتونخوا و کویتک، اینا به پشتو صحبت میکنن و میگه که پشتونم است، و شمال افغانستان به طرف تاجیکستان، به می ترتیب یا در هرات به سوی ایران. این خودش نشان میده که یک و مالتی استیتس که استیت های مختلفی که مثل ایران است، مثل پاکستان است، مثل تاجیکستان، مالتی نیشنز، مالتی استیتس، بدترین و خطرناکترین آلت یک دولت است که در افغانستان است، در افغانستان بود و هست. مخصوصا فعلا که ما میبینیم که طالبا چی هستن؟ طالبا یک فعلا در افغانستان در که حکومت طالباست، که در حکومت سرپرست طالبا، یعنی تک قومی و تک زبانی است. من برای این نمیگم که خدا نکرده به اتفاقی، من کوشش میکنم که اتفاق، اما ای یک چیز درست نیست در افغانستان، در یک کشوری که از کثیر الاقوام است و اقوام مختلف داره و زبانه، مخصوصا زبان دری فارسی که یکی از مهمترین زبانه افغانستان است، این قابل قبول نیست. و بنابرای است که امریکا نتونست که در افغانستان ملت سازی کنه، امریکا نتونست که یک دولت مرکزی بسازه. برای چی؟ برای که مردمش، اقوام مختلف افغانستان بیشتر به آن سوی مرز، یعنی به کشورهای کم زبانش و هم تبارش است، با او گرایش بیشتر داشتن. و این است که امریکا، وزارت خارجه، اشتباه بزرگش، پولی که مصرف شده می بود که نتوانست که امچو حکومت مرکزی در افغانستان بسازه، که مورد انتقاد وزارت دفاع امریکا هم قرار گرفت. ای که میگه امریکا ناکام شد، ای افغانستان است که در بدبختی است، ای باعث ازی شد. افغانستان وقتی که ملت سازی نشده، اتحاد وجود نداره، چطور یک مملکت دیگه که برای کمک میاد اونجا کامیاب شد؟ هیچ امکان نداره. ای هست وقتی که شما بر یک تبار تمام حق میتین،
تبار دیگه نمیتونه که موضوع رو تحمل کنه. بنابراین که اختلافات موجود میه. در اینجا امریکا چیکار کرده میتونه؟ امریکا نمیتونه که اقوام افغانستان بگه که بیاین، هر قدرم کوشش کنه بیفایده است. ای مشکل خود ما بوده، نه ناکامی امریکا. ای مشکل خود افغانستان است، مشکل رئیسای جمهور افغانستان است که اینا نه تنها نتوانستن که ملت سازی کنن، بلکه حتی تا اندازه که اتفاقات و اتفاق هم بود امور هم از بین بردن، بیشتر نفاق آوردن، بیشتر به اتفاقی آوردن و ای خودش باعث بدبختی افغانستان شد. نه ای که طالبا در اینجا موفق شدن. و طالبا کی بودن؟ طالبا یک گروپ نااهل، گروپ نوکر، اجیر و غلام پاکستان و ساخته شده دست پاکستان که سالها در پاکستان اینا در پاکستان بزرگ شدن، کارتویت چند پاکستانی بودن، از نان و او اونا خوردن و از آبشان خوردن و از هوایشان تنفس کردن و نمک خور اینا هستن و اینا همیشان غلامان اجیران هستن، فقط با پول پاکستان اینا بزرگ شدن و تمام منافع پاکستان اینا در نظر میگه، نه افغانستان. روزی که آقای غنی، روزی که باید آقای غنی ارگ ترک میکرد، قراره که گفته شد که 3 نفر 4 نفر پاکستانی در ارگ بود پیش از اینکه آقای غنی بیرون شود. اینا قبلا داخل ارگ شدن و پاکستان دستی بسیار بالا امروز در افغانستان داره. طالبات مستقیم و غیر مستقیم در هر حالت تحت کنترل پاکستان هستن. به می لحاظ اینا را تجهیز کرد، به می لحاظ اینا را آموزش داد، به می لحاظ اینا را پول و مهمات و همه چیز داد که به افغانستان بفرسته. برای چی؟ چرا باید قرار زحمت بکشن؟ برای امین روز که طالبا که بیاین و بعد دار ندار افغانستان فدای پاکستان کنن. این چیز نیست که ما بگیم امریکا در افغانستان شکست خورد. نه خیر، شکست خود ما است، بدبختی خود ما است، برای که دزدی کردیم، برای ای که فساد داشتیم در داخل افغانستان، برای ای که بی اتفاقی آوردیم، برای ای که ملت سازی نکردیم، برای ای که زورگویی کردیم که باید یک قوم باشه و تمام منافع در داخل افغانستان، تاجیک بره به تاجیکستان، ازاره بره به مغولستان. ای خود یک چیز ناممکن بود. این بدبختی هایی بود که خود ما آوردیم. هر کشوری که می بود قبلا از افغانستان بیرون می شد و می دانست که در این مملکت ناممکن است، اما امریکا بازم به افغانستان کمک کرد و بازم کمک کرد. آخر تا کی؟ یعنی شما توقع داشتین که تلویزیون آریانا افغانستان بیننده عزیز لطفاً ما صحبت هم تمام شد، بعد میتونین روی خط بیاین. تشکر. امریکا تا چی وقت میخواستین باشه به افغانستان؟ تا 20 سال دیگه هم امریکا میبود، بازم همی دزدی ادامه داشت، بازم همی بدبختی پول همه به غارت میرفت و بازم افغانستان به می حالتی که بود به می حالت باقی میمان. افغانستان تا چی، امریکا تا چی وقت به این حالت که در دنیا چی حال بود؟ چین چی ارمغان فرستاد به تمام دنیا، اقتصاد تمام دنیا با کجا رسید؟ آخر امریکا هم خسته شد، 20 سال در هیچ کشور دنیا امکان نداشت. آخر امریکا هم بیرون شد و این معنی نداره که امریکا ناکام شد. امریکا باید بیرون میشد و راهی دیگه هم نداشت. مجبور بود که 4 تا نوکر پاکستان بیاره باش گفتگو، باش توافق کنه و افغانستان افتاد به دست پاکستان و نوکرایش که امروز از زن ستیزی و بدبختی خود
نه اینا شناخته شدن در دنیا و نه تحریم های اقتصادی بر از اینا چی شد؟ از اینا دو شد. اینا آمدن نه برای از اینکه یک افغانستان متمدن داشته باشن. ببینید ما آخوند میگیم، ملا میگیم، مولوی میگیم. اگر ما ایران به افغانستان مقایسه بکنیم، خونام در دولت چون آخوندها هستن و خب تقریبا روی آخوندها یکی است، اما نوکر نیستن. امروز ایران سلاح هستوی میسازه، امروز ایران به ماه میره، کره ماه میره، اما اینا چرا؟ به خاطر که اونا نوکر نیستن. اینا نوکرایی هستن که تمام منافع افغانستان رو میخوان به پاکستان ببرن. کاش که اینا یک وطن دوستی میداشتن. اگر ملا بودن و تعصبات هر قسم داشتن، حداقل وطن خود دوست میداشتن، افغانستان دوست میداشتن. اینا چرا مردم رو میخوان در تاریکی و جهالت نگاه کنن؟ اگر بادارشن پاکستان است، ببینید زن در پاکستان نخست وزیر شده، وزیر شده، امروز تمام زنها در پاکستان در دولت، در سیاست، در مسائل اجتماعی کار میکنن. اینا فقط برای این هستن که تمام بدبختی‌ها را به افغانستان بیارن، تاریکی و مردم در بدبختی نگاه کنن. چرا که اگر افغانستان یک افغانستان مدرن باشد، اگر مردم سطح دانش بلند داشته باشن، اونا دیگه پاکستان طالب اجازه میدن در افغانستان بشه؟ نخیر. و امروز شما متوجه اگر باشید، امروز موضوع دوم ای است که طالب میره بازرسی در خانه‌های مردم میکنه. این به چی مفهوم است؟ این به مفهوم ای است که اینا شایعات که شنیدن که مردم خیزش مردمی صورت میگیره و شاید مردم مثل نمیدونم عطا محمد نور و مردمانی که قبلا در مسائل جهاد بودن، اینا شاید با مردم کمک کنه و بر علیه طالبا قدرم کنه. طالبا بدبختا که مردم از اینا نفرت دارن، مردم از طالب نفرت داره و طالب اینا میدانه. در خانه های مردم اذیت میکنن، به نام بازرسی میبینن و برای ای که ترسیدن که خیزش مردمی صورت میگیرن. پس اگر شو ببینید شما چقدر منفور هستین و خودتانم ایره میدانین، با چی رویه شما با مردم رفتار میکنین، رفتار شما با مردم چی هست و میدانین که مردم از شما نفرت دارن و بعد مردم شما میکشین، مردم شما ناپدید میشن، مفقود میشن، به حق قسمی که هست و یا به نام ای که مردان مسلح یک خانواده رو کشتن، در اصل کلش خود شما هسته، هیچ کسی نیست. بنامردی میکشین و بعد میگین افراد مسلح اینا رو کشتن، همه خودتان میکنین. امروز یک استاد دانشگاهه شما میبرین و مفقود میشه، مفقود الاثر، اصلا هیچ نیست. میرین برای چی؟ برای که منتقد دولت شما، ببخشین دولت خود نیست، حکومت شماست. شما اینقدر کله هم ندارین، کله های پوچتان حتی انتقاد قبول نمیکنن. شما باید انتقاد قبول کنین، اگر آدم باشین انتقاد باید قبول کنین تا خود اصلاح بسازین. چون آنقدر جاهل هستین، آنقدر احمق هستین که حتی انتقاد نمیپذیرین و میخواین که در بین فقط مردم منفور باشین، نمیخواین اصلاح شوین. و وقتی که از زنها صحبت میکنین، اگر ما بریم به حقوق زن، از یک سو میرین دانشگاه ها را باز میکنین که ما برای زن حقوق، تمامش برای ایست که جلب کمک‌ها رو بکنیم و بر رسمیت شناخته شوه. در غیر از او چی شد؟ این دانشگاه چی شد؟ این کلش بنام بود. شما زن ستیزا، شما نوکرای پاکستان، شما کسانی که در افغانستان آمدین فقط منافع پاکستان در نظر میگیرین. شما نوکرای پاکستان از دین آگاهی نداره اصلاً.
شما مردم ده چی حالت آوردین؟ میرین و دروغ دیگه میگین که در داخل یک خانه اولی یک خانه نمیدانم در شهر نو شما چی دیدین؟ تانک ها؟ یعنی ازی کرده عرف احمقانه دیگه وجود نداره. شما کی رو میخواین فریب بدین؟ آنقدر احمق هستین که اتا فریب دادنتان چقدر واضح است. در مقابل شما که در هر طرف هستین، چطور مردم هر نوع سلای سقیله رو میبره در داخل اولی خود جا به جا میکنن؟ این سالگرد دومین سالگرد توافقنامه شومه که آقای خلیلزاد یا نماینده ویژه امریکا با طالبان کرد، فقط جز بدبختی دیگه هیچ چیز نبود. یک بدبختی بود، یک توافقنامه شومه بود که در شروعی که آقای خلیلزاد گفت باید این توافقنامه ماده هایش اگر یکی از این نقض شد طالبان این توافقنامه لغو میشد. چرا لغو نشد؟ هنوز هم اینا تمام تعهدات خود را زیر پا کردن. چرا دنیا در مقابل اینا کار نمی کنه؟ هنوز دارن به فکریه هستن که باید طالبا یا کمک ها برشن داده شده یا شناخته شن به رسمیت، و حتی میگن که ما گروپ های مخالفه که بخوای در مقابل طالبا بجنگن ما او را کمک نمی کنیم. گروپ های مخالف باید وجود داشته باشه در مقابل گروپ کثیف. این گروپ قابل قبول بر مردم افغانستان به هیچ صورت نیستن. اینا منفور هستن. داخل شدن اینا به خانه های مردم، از یک سو خانما دخترها در اون خانه ها هستن، چی وضعیتی اینا میکنن در مقابل مردم؟ بسیار روی بد. و بعد یکی از اینا میایه و میگه که آقای مجاهد میگه ما باید روش خوب باشه و نمیدانم او قاتل ترین و نوکر ترین از یا که از چی هست اقانی وزیر داخله. بعد اون میگه که شما باید روش خوب کنید، در حالی که خودشان امیره میخوان. اینقدر منافقت و دروغ و فریب. این توافقنامه طالبا و امریکا آقای خلیلزاد توافقنامه شوم بدبختی که افغانستان دو دسته بر پاکستان و نوکرا و اجیرای پاکستان بخشیدن. این امی توافقنامه است. روز آغاز بدبختی افغانستان، روز شکست امریکا نبود. امریکا بیرون شد، امریکا در هر حالت باید بیرون میشد. چرا این روز آمد؟ به خاطر امو بدبختایی که 20 سال حکومت کردن، دولتای بدبخت آقای کرزی و آقای غنی و فساد و بدبختیایی که در دولت بود، از او دوره طلایی استفاده نکردن. افغانستان بچیال، این نفاق قومی، این بدبختی، این تمام اینا باعثش نتیجهش نمی است. بخاطر در این مملکت ملت سازی نشده. هر کس در فکر جیب خود. و امروز هم که امریکا 3.5 بیلیون دلار برای طالبان نمید به خاطر قربانیان نمیدونم یازده سپتامبر گفته، امیدوارم که در آینده بده، مگر نه به طالبا، برای دولت طالبانه. طالبا او پول فقط برای پاکستان میبره. پاکستان اگر امروز از سوی امریکا و انگلیس کمک سالانه نشه، پاکستان حتی قدرت نان دادن مردم خود را نداره. یک موضوع دیگه که امروز برای امی است، برای که یک اکانومی کوریدور اینا میخواستن که با آسیای میانه چین و پاکستان داشته باشن، و امروز پاکستان از طریق خط آهن میخواه که از داخل افغانستان به
ازبکستان برسه. و این چیز بود که پاکستان همیشه در خواب خیالش بود. بنابراین که باید پاکستان سالانه مالیات بپردازه، پول بپردازه، همچنانی که مردم افغانستان وقتی که بازرگانی و تجارت با از طریق پاکستان میشد پول مالیات به اینا وزه میشد. باید پول بده، سالانه باید پول بده که از طریق افغانستان میره به ازبکستان، برای اینکه نوکرش هستن دیگه. راه خوب حالا دیگه یک تحت کنترل پاکستان قرار داره افغانستان، چی خوش باشین چی نباشین. حتی پروژیکت هایی که گرفته میشه، پروژه هایی که باید کمک های بشری، باید پاکستان او را از نظر پاکستان تیشه و موافق باشه، بعد از او پروژه ها میره به داخل افغانستان. پاکستان به این اندازه به افغانستان کنترل داره و نفوذ داره. خب این موضوع و این کشتار مردم، این تمام بدبختی هایی که امروز در افغانستان ما میبینیم چیزی است که آقای خلیزاد با طالبان توافق کرد و کلش تقصیرش آقای کرم، مقصرش آقای کرزی است و آقای غنی، مخصوصا آقای غنی. تلویزیون آریانا افغانستان رو خط هستیم، بفرمایید. سلام و سلام تحسین میکنم خدمت شما شالا جان محترم. سلام برشید آقای غنی، بفرمایید. موضوعات متعدد مطرح ساختین سب که واقعیت های افغانستان سب و من در این راستان تبصیل میکنم، ولی یک چیز دیگر علاوه میکنم سب که در این جنگ 20 ساله و توجه هایی که صورت گرفته با امریکا را مبارا و تبرعه باید نسازیم سب که اونا نسانستن و اونا به سهولت خود امی عسکر خود بیرون کرد. قضیه از این قرار نیسته بود و تفرقه ملی که در افغانستان موجود است ناشی از امو آغاز جنگ تاجیک پشتون توسط گلبدین و مسعود اونجا آغاز شد. باز سپتمبر 11 خود شورای نظار سر در سر قدرت آوردن به یک جناح و پشتونا هستن فقط یک لیدرشپ که لیدرشپ بسیار اپورتونیست و بسیار خائن و وطن فروش که مثل کرزی و غنی باشه و نمور به وجود آوردن سر. حالا یک تفرقه سر عمیق افتاده و افغانایی که در خارج از کشور هستن سر که چرا مثلا این تحمیل میشه و افغان و افغانستانی و انتظار مطرح میسازه که اصلا بسیار زیاد پاید قابل بحث به این خاطر نباشه که مشکلات دیگه ساختار عمیق اجتماعی سب که صورت میگیره و ضرورت اقتصادی مردم افغانستان این همی چیزا را پاید مطرح نسازه. اگر مطرح میسازه سب یک گیلانی میسه به اینجا نمایندگی میکنه که از اول کدام زبان باعث زبان ملی شمرده شده. ما باز میگم به جواب از این هست که از دو زبان پشتو و فارسی در اونجا قبول شده سر. یک لحظه بخورد باشین تلویزیون آریانا افغانستان، لطفا بخورد باشین. بله دیگه اینجا اینا را قبول کردن و در قسمت دانشگاه و در پوانتون اینا که هست اونجامو اون قسمت نامگذاری پوانتون و دانشگاه در اونجا پشتو قبول شده است. پشتو بله پشتو نه گوش کنه. قبول بسیار چیزاش ده بود در زبان پشتو. چرا زبان پشتو کلمات نو به هر چی ساختن؟ ببینین زبان پشتو، اگر ما پشتو بگویم پوانتون میگم، اگر زبان فارسی بگویم دانشگاه میگم. چرا ما باید وقت قبول شده بیشترین لغتای زبان فارسی به زبان پشتو بود که امروز دانه دانه چیندش دور شد، چرا ما باید به زبان فارسی فارسی نگویم به زبان پشتو پشتو نگویم؟ تشکر آقای رها، بسیار تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید بیننده عزیز. لطفا تلویزیون تان خاموش کنید. میشه تلویزیون تان خاموش کنید؟
بفرمایید. سلام جان، یک گرام شکر از این پروگرام مهربان و پروگرام خوبی که شما دارین. خواهش میکنم، تشکر. شما خوب و بسیار همچه داره که گفتین. واقعا ما ملکت ما ضرورت داره به مردم خود ما. اول باید خود ما با هم دیگه با اتفاق باشیم، با اتحاد باشیم. نگفته خودتان پاکستانی ها چی بوده که نوکران ما چی بوده که سر ما بیایم امروز. بله. ما را بوده که چی رقم بیشنیم چی رقم نشینیم و طالب ها که از فکر خودشی از خاطره به اتفاقی خود ما می کارهای ما شده. اگر نه اونا ایراق بزده کنه ایراق باز جور شده کنه به ایراق هم هم بیکار رفته بوده. بله. ما ایراق با خود یک جا شدن و یک قانون بودن یک مردم بودن با اکتیجی خود اعتبار داشتن و سر خاک وطن خود استاد بودن و مردم های ما همیشه رشوت گرفتن وطن هم فروختن. افغانستان دوستی، بیننده عزیز، افغانستان دوستی در افغانستان وجود نداره. همچنانه که گفتم که مالتی نیشنز، مالتی استیتز، هر کدام به کشور پلوی خود زیادتر خون میگن. اینه نمیگن که مثلا پشتون نمیگه که تاجک بیشتر به درد من میخوره نظر به ای که من سر پشتون پاکستان حساب کنم، چون ما یک ملت هستیم. اما متاسفانه که این موضوع وجود نداشته در افغانستان. بله، وای دوای ما نمیشه که باید پر خود ما خود جور نکنیم. بله، باید کس نمیتونه که جور کنه. بسیار تشکر. بله، بله، یک جان شکر. تشکر از شما. تلزون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمه. شهلا جان سلام. سلام آقای آرش، بفرمه. خوش هستم شما رو با درد و عافیت میبینم. تشکر، بفرمایید. هفته قبل در آخرای برنامه شما بود که یک آقای آمدن از ایران، یک آدم بسیار پست و حقیر که درباره مسائل افغانستان، مسائل سیاسی و امارت اسلامی اظهار نظر میکردن. این آقا را اگر یاد آواز مرا میشنوه برش میگم که لطفا برین با پیش آخوندهای خود و ایران از اسارت از اونا نجات. تو هفته گذشته تیر شد چون ما صحبتهای هفته گذشته تیر شد و ما جواب که لازم بود گفتم. اینا شما گفتین، مگر ما باید از طرف خودم می گفتم که از کشور دستان درد نکنه، حق نداره که در مسائل داخلی ما دخالت کنه. بله. خب به هر صورت یک زمینی یک یادهانی بود، اما مگم شما موضوعات چی را پیش کشیدین؟ تلاشی و صرف کردن خانه های مردم. بله. و یک کار عادی در هر مملکت در هر حکومت یک کار صورت میگیره. اینا به خاطر ایجاد امنیت و حفظ امنیت یک کار میکنن و باید هم بکنن. این به خاطر امنیت نیست. نه بیننده عزیز، برای این که خب بفرمایید، شما صحبتتان خلاص کنید. بله، اگر که مثلا یک حادثه اتفاق بفته میگیم که اون از طالب اداره کرده نتونست، کنترل کرده نتونست، و اگر بخواین جلوگیری کنن از حادثه میگیم که چرا سرچ میکنن، چرا میرن تلاشی میکنن خانه آره و وظیفه‌شان است. اینا امروز حکومت به دست دارن، نمیخوای یک طغیان شوند و مثلا شورای نظار میخواین یک بلوا. شورای نظار دیگه وجود نداره بیننده عزیز. شورای نظار 20 سال پیش از من رفت، خلاص شد. شورای نظار دیگه وجود نداره. همین اعضای شورای نظار هم کسایی که هست که آقای بچه مسعود اولا بچه آقای مسعود احمد مسعود اصلا نور ند. شما میتونین شورای نظار، شورای نظار اول از بین رفته. او یک آدم منفرد بود و نه وابسته به این تعداد بوده. یعنی من نه طرفداری از او میکنم نه پشتیبانی از طالب میکنم. من بی طرفانه در اینجا صحبت میکنم. اوکی، این موضوع خلاص شد. یک موضوع خلاصه بسیار به صورت خلاصه هم از فکر میکنم در باره اوکراین که مسائلش بسیار داغ ساله. شما من حیث یک شاگرد مکتب سیاست پروسیشن ریالیتی را خوب میفهمین و یعنی درک واقعیت و آقای پوتین هم این واقعیت درک کرده بود که میخواستن. هنوز گوش کنین بیننده عزیز، ببینین هنوز موضوع آقای پوتین
و یوکرین ما ایده مورد شنو صحبت نکردیم، ما بعدا صحبت میکنم، بعد بیاین روی خط با دبارش صحبت کنیم. درست؟ آره، یه بازمانی و وقت تام خلاص میشه دیگه. خب ببینین، بخاطر که صحبت ها زیاد است و لینا بخاطر از این موضوع است، بزرگ دوباره زنگ زن. سیست تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. بیننده عزیز با معذرت که ما قطع شدین. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم شهلا. سلام بیننده عزیز، بفرمایید. بسیار خوبه قسمت ندارم چون وقت بسیار زیاد کم است. یک لحظه به خود باشین تلویزیون آریانا افغانستان، لطفا به خود باشین. بعد بفرمایید. از زمانی که من اصلا وقت داشتم، من کمی تفصیل‌تر میتم. طالبا در نگاه خود در اینجا، طالبا مستقیم من جاسوس پاکستان هم. بله بله. اینا من برای کردش هم میگم برد. طالبا باید تو بخانی به نام یولو گارده، یعنی زرد طلایی کتاب بخان، که اون در مارجنس چقدر مقبول خوستم. یعنی من اتنا نام یادری میکنم، نامیانواری میکنی که تو همیه باید از بخونی بسیار زیاد خوبه. به این پشتی داره وقتی که در ابتدا میامدم این دوره اولی که این آمیمد از این شاید رضا یک عامل مالی خود القاعده بود. وقتی که این تشکیل میتن، این در یک چیز کمیته یا در این یک شورای کمیته تشکیل میتن، در این در سر رهبری که بطاره چا پاکستان این دید که در داخل خود پاکستان القاعده نفوذ پیدا کرد و داعش این در آیسای سفر رست میکرد، یعنی پیدا میشد و دینامی هم خواست در داخل افغانستان نقل بده و این در سر رهبری خود دینا در سال 19 سال. یه لحظه بخود باشین تلویزیون آریانا افغانستان، لطفا به هولد باشه. بله. بسیار این از دست به نوار پنج خوب من بیشون شارت بردم کتا برد نگو بازم زمانه که اگر خواستا برد نه. خوبه بیننده عزیز، او را ای که ببینین در ای که نوکر پاکستان هستن، تربیه شده پاکستان هستن، حرفی نیست، حرفی نیست. شما لطفا تفسیری دیگر کنین و بخاطر که یک تعداد زیاد بیننده روی خط هستن یا بعدن بیاین. تشکر. بله تشکر، تشکر. بله بسیار تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام شهلا جان. سلام بر شما، بفرمایید. شهلا جان بسیار خوب یک موضوع شما پیشتر اشاره کردیم که ما هم دمی طال مطال توجه نکرده بودم که مال او از شما گفتم خانه تا باد راستی آن شما ببینید سب یا اعلان میکنن میگن ما تانکا را یافتیم از موقع خانه بردم دولی آن تان تانک کلان است در دوازه چطور جایی شد بوده و افتش ما بود تانک چطور اونجا نگاه شد در یاولی که رفتم سر میگو ما تانکا را پیدا کردیم. سلاخ و سعی سلاخ و کل مردم داره این تانک چطور پیدا شده. باز بیننده عزیز ببخشین گفتانه گرفتم. ببینین اینا در شروع هم بازرسی خانه ها را کردن، اگر به یاد داشته باشین طالبا که تازه آمدن هم بازرسی خانه ها را کردن. و پس شما چرا که بیکفایت هستین که حتی سلای سقیله و با او قسم تانکا به داخل یک اولی میره؟ کلش دروغ هست. بله دروغ میگن، دروغ میگن. کتیا خانم نه، پلیس زن نه، برو خانهای مردم دستکاد مردم ها بکسای کالای لباس های خانم ها را ببینی تا و بالا کن. این بسار خجالات آور هست، این بسار شرم آور هست. برای یکم ادامه پیدا کنن خب گروه میگن که میگن بال میکشه، ولی امکان داره که چند وفات یا شروع قیامات مقابلی ها صورت بگیره. به این شکل حکومت داری نمیشه هفت ماه هشت ماه شده کسی ها را بر اسمت نشناخته. نه ایشالا خداوند اینا را گم کنن بخیر. بله گم میشن دارم من بیوند یا باشم بیوند رئی جمهوری زار میخورم. رئی جمهور تال کسی ندیده، بیانیش نشنیده، نه تلویزیون دیده، نه کم. بیننده عزیز، بیننده عزیز، بیننده عزیز با معذرت که ناخ رئیس جمهور ندارن، یک حکومت سرپرست دارن، اینا که رئیس جمهور ندارن، اینا بدبخت ها خودشون فقط یک قرار که بار گذشته گفتم یک ساختار یک مسجد در حکومت آوردن. بسیار تشکر بیننده عزیز. تلویزیون خب
برای بیننده عزیز با مزد که یک لاین از پیش ما قطع شد، بیننده عزیز میتونن دوباره زنگ بزنن. برای بیننده عزیز، در مورد این که بیننده قبلی گفتن که به اتفاقی آقای حکمتیار و احمد شاه مسعود آمدن، نخیرنه، زمانی که مجاهدین داخل افغانستان رفتن، چون ارزوهای پاکستان برآورده نکردن، پاکستان خواست که خط کنه و مایی بگیره. یعنی چطور؟ یعنی از طریق آقای حکمتیار خواست که دوباره در بین اقوام جنگ و نفاق بیارن تا ای که چون دیگه راه نبود، یگانه راهی بود که اینا بخواهن که طالب را به نام قوای صلح داخل کنن. اگر جنگ نمی بود، اگر اینا همچی چیزی نمی بود، دیگه طالب چطور داخل می شد؟ خب اینا امی آلت آوردن، به اتفاقی را آوردن، اقوام به هم دیگر جنگ انداختن به خاطر این که طالب داخل کنن. چون چی بود؟ که دولت مجاهدین در داخل افغانستان آرزوهای پاکستان را برآورده نکرد و او جنگ توسط پاکستان چه تو جنگ های خانمانسوز داخلی افغانستان که کی او جنگ ها را در داد؟ آقای حکمتیار بود و حالا هم این بدبختی را آقای غنی زیادتر کرد. تلویزیون آریانا افغانستان یک لحظه آقای غنی بیشتر کرد به خاطر ای که چون خودش گروپ نداشت، یک آدم تنها بود و مجبور بود که اقوام بین همدیگر جنگ بیندازه و یک قوم بالاتر بکنه. شهلا جان سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایین. بفرمایین بیننده عزیز. شهلا جان سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایین بیننده عزیز. شهلا جان من قربان شم، من یک چیزی چشم دیده خود بر شما قصه میکنم. بفرمایین. اگر فکرتان باشه یک هفته دو هفته پیش همی خیرخانه رو خانه تراشی کردن. بله. ما از اونجا برجی های دریشی عسکری کشیدیم. ما سلام کشیدیم. ما این که کلیش دروغ. دروغ است. کلیش دروغ. تنها قصه میکنم که میگوشتکای ما را دختر 11 ساله من در تنبالش دست انداخت. ما چیز پیش کردیم کل ما را مصروف اولادا ساخت. باد از اون میگه ما را زد و کند و غر یکی دیگه خود اشاره کردن وقتن از موتر به برجی کالای عسکری را آوردن. برجی را آوردن، طلا را آوردن. دروغ سر ما چی قصد بکن که میاد حال شما برامد. دروغ بله دروغ کل چیزش دروغ. هم لحت و کوبش دست انداختنش به ناموسیش کل چیزشان دروغه. بسیار تشکر. بسیار تشکر. بله بیننده عزیز، این معلوم دار است. یک بار شما بازرسی کردین خانه ها را و این بار دوم است و بسیار مردم را اذیت و آزار میکنین و زیادتر در خانه های تاجیک ها، ازارا، ازبک ها و اینا داخل میشین. چون فکر میکنین که این مردم، شما این را مطمئن باشین که پشتونام شما را خوش نداره. شما فکر نکنین که شما یک گروپ تک قومیستین و تک زبانیستین. نه خیر، بسیار من خودم یک پشتون از شما نفرت دارم. مثل من هزارها تا پشتون پشتو زبان از شما نفرت دارم. شما منفور هستین، این باید بدانین. خب با این موضوع به ارتباط صحبت های خانم کمی حالا صحبت کردن، اما در مورد جنگ اقوام آقای غنی بسیار زیاد جنگ اقوام و نفاق قومی را آورد در داخل افغانستان و این هیچ ارتباط نداره به دوره مجاهدین. شما اگر متوجه باشین وقتی که یک افغانستان نوین آقای کرزی برأسش آمد، اصلا باید از صفر شروع شد، تازه آغاز شد. میتونست که یک ملت سازی شد، میتونست یک ملت سازی شد، یک اتفاق قومی، یک وحدت ملی باوجود می که متاسفانه نشد. بلال بیننده عزیز، ما یک موضوع باید بگویم که ما امروز ببینین اگر ما چی در داخل باشیم چی در خارج، فریب نمیخوریم. فریب عرفای بسیار جاهلانه طالباره. طالبا فکر نکنن که مردم احمق هستن، مثل که زنا را به سلولای زندان انداختن و بعد گفتن که زنا مفقود شده ما نگرفتیم و امروز ای استاد دانشگاره به می ترتیب اینا چی کردن. به نظر من ببینید کاری که طالبا اشتباه میکنن، اول باید انتقاد بشنون
دوم ای که اصلاح خود بسازن، خود انسان بسازن، از تمام یک حکومت هم شمول بیارن. ضرور نیست که حتما باید طالب باشه، از هر قوم، یعنی ضرور نیست که شما بگین که از مجاهدین سابق هست، نه، مردمای عادی رو بیارن یک حکومت هم شمول که از اقوام مختلف باشه، نه تا قومی. خیلی بسیار یک تعداد معدود هم رشم هست که به زبان دری فارسی میدانه. این چیز قابل قبول نیست، برای هیچ مردم افغانستان قابل قبول نیست و ظلم ستم دارم بعد آخر است. ببینین این موضوع ای که در سازمان ملل هم یادآوری شد روی همین موضوع که بسیار حقوق بشر روز به روز، وضعیت حقوق بشر و مخصوصا حقوق زن روز به روز بد میشه در افغانستان و طالبا به هیچ حرف خود پابند نیستن. و همچنان موضوع مسخره دیگه که امروز عضو دائمی افغانستان در سازمان ملل میگه که خب در جمع کسانی که رأی میدن که یعنی دولت روسیه یک تجاوز کرده به یوکرین و او هم رأی میده که باید دولت روسیه باید خب دمی جمله دمی جمعیمی حکومت ها و یا دولت هایی که یا کشورهای دنیا یه هم امی موضوع را در جمعینا داخل شد، در حالی که دولت طالبا از سوی دیگر میگن که ما وضعیت بی‌طرفی خود را در میان روس و دنیا نگاه کردیم. این یک مسخره دیگر. پس او از بنام افغانستان سوزو دائمی است، از طالبان نمایندگی نمیکنه. پس این چرا یک آلت دوگانگی وجود داره؟ یا طالبان رو دور کنین از صحنه، طالبان رو دور کنین و به رسمیت هم نمیشناسین، پس چرا اینا هستن؟ چرا وجود دارن؟ چرا به این آلت هستن؟ مردم در چی حالت هست؟ مردم در حالی هست که باید قیام کنن به ضد طالبا و طالبا به بهانه‌ای که بازرسی میکنیم اصلا در حقیقت ترسیدن که مردم در مقابل اینا یه خیزش مردمی صورت نگیره. تمام این به خاطر امی هست، هر جایی که میرن به ظلم و ستم بیرون میشن و سوی دیگه خب میگن که باید به کمک های بشری در افغانستان شو که باید شو. پس جهان جهانیان باید بدانن که یک گروپ جاهل، یک گروپ ظالم، یک گروپ بدبختی که در افغانستان نقض حقوق بشر میکنه، نقض حقوق زن است، باید این گروپ از افغانستان خارج کنه، نه ای که حالا دیگه پول فریز شده رو برای اینا باز کردن. خب ای که باعث کمک های بشری یا بشر دوستان در افغانستان میره و بر مردم کمک کنه موضوع علیده است، اما ای که بر طالبا داده شود، ای طالبا به هیچ صورتی بر مردم کمک نمیکنن. او پول لاسن میره مستقیم در جیب پاکستان داخل میشه. خب برحال بیننده عزیز، بعضی مسائل خب در مورد یوکرین من نمیتونم، بسیار وقت کم است که من بگویم که در مورد آقای ولادیمیر پوتین و یوکرین و رئیس جمهور یوکرین صحبت کردم یا گذشته های آقای پوتین که یک متجاوز است و این بکلی حتی منتقدین خود را در هر نقطه دنیا که باشه میکشه روسا را و در داخل روسیه در یمی جریان بسیار خبرنگارا رو کشته. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. بله سلام شما جان. سلام بر شما، بفرمایید. تشکر می‌بخشید شما جان. خواهش می‌کنم. من یک گپ را درباره یعنی جنرال مبین عزیزی براتون می‌گفتم که این کمک‌ها را می‌گیره و پیپای روغن از سر شما می‌خواد، یک خواندن غمگین پشتو را مانده که فضول و هی کمک‌ها در خانه‌های کی است؟ کلش در خانه‌های کسایی که فامیلایش انتحاری کرده، در جنگ‌های انتحاری اینا زخمی شدن. برای کدام تاجک، برای کدام سرباز که سرش بریدی برای اطفال از تو چیزی می حتی این کار یا نمی کنن؟ آنقدر اینا منافق هستن، آنقدر یا پست هستن. این جنرال مبین از یا شما ببینید این هسته چی که وانی کمک های بشر دوستانه را متاجه هایی که خبر شدم میگه کلش هم برای کسایی میتن
که در فامیلای که توری کردن بر سربازای خود میگن. بله بله، برای همین است که بیننده عزیز من در شروع گفتم که هر کسی پروژه میگیره باید از زیر نظر پاکستان تشه و پاکستان باید اجازه بده. بسیار تشکر بیننده عزیز، برنامه ما در اینجا رو به ختم است. انشاءالله در مورد موضوع اوکراین و در امی ظلم و استبدادی که پوتین میکنه و در مورد گذشته های پوتین در این مورد انشاءالله در هفته های آینده صحبت میکنیم. هفته خوش در پیش رو داشته باشین. خداوند. افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.